به قدرت رسیدن طالبان و رفتارهای این سنی های تون رو این بار صدای اساتید دانشگاه های جهان را هم در آورده است اساتید دانشگاه های معتبر جهان خاص به رسمیت نشناختن سنی های تون روی طالبان به عنوان حاکمان افغانستان شدند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. شماری از استادان دانشگاه های معتبر آمریکا، اروپا، استرالیا، هند و برخی کشورهای دیگر جهان از جامعه بین‌الملل خواستند که سنی های تند طالبان را به خاطر نقض حقوق مدنی و بشری مسئول دانسته و به رسمیت نشناسند آنها با انتشار بیانیه خواستار دسترسی بدون مانع مردم افغانستان به کمک های بشری شدند این اساتید دانشگاه گفتند هر حکومتی که مردم افغانستان را دچار ترس و وحشت کند و آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی حرکت را سلب کرده و آنان را از حقوق اساسیشان محروم کند پذیرفتنی نیست در بیانیه این اساتید گفته شده که طالبان پس از به دست گرفتن زمام امور به افغانی ها اطمینان دادن که جان و حقوقشان طبق رهنمودهای اسلام محفوظ خواهد بود اما عناصر این گروه با تفسیر منحصر به خودشان از قوانین اسلامی مردم افغانستان را مجبور می تا تعبیر سخت گیرانه آنان را بپذیرند بر اساس گزارش ها طالبان در تضاد با اعلام اف عمومی انتقام جویی کردند و به وعده های حق تحصیل و کار زنان و تشکیل حکومت همه عمل نکردند که این کارشان ایجاد رو و وحشت کرده است اساتید دانشگاه معترض به حکومت طالبان از ایالات متحده اتحادیه اروپا کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد خواستند که طالبان را تا زمانی که یک حکومت همه تشکیل نداده و ارزشهای دموکراتیک و کسرتگرا را نپذیرفته به رسمیت نشناسند آنان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان یک سلسله شرایط را پیشنهاد کردند که شامل حفظ حقوق بشری افغانستانی ها مطابق قوانین بشری جهانی، حفظ حقوق مدنی و سیاسی زنان افغانی مطابق مواد مندرج در قانون اساسی مسبب سال 2004، عقب نشینی نیروهای طالبان از دره پنشیر و حل منازعه بین طرفین از طریق گفتگو توقف اعمال خشونت بر ضد کسانی که با نهادهای بین المللی کار کردند. برگزاری انتخابات تحت نظارت ناظرین بین المللی در 6 تا 12 ماه آینده احترام به جامعه مدنی افغانستان و حمایت از حقوق آزادی بیان و آزادی علمی می باشد به گفته فعالان افغانستانی این بیانیه در حالی منتشر شده که جدیدترین جنایت سنی های تندرو طالبان معرف ذات حقیقی آنان است این سنی های تند رو در ولایت شیه نشین دایکندی پدری را جلوی چشمان کودکش به دارا آویختند پدری که دیگر نیست و تنها جرمش پیروی از مذهب تشیع بود